بیننده های تلویزیون آریانا سلام، صبح زیبایتان بخیر. آرزو میکنم صبح بانشاد آغاز کرده باشین و تشکر از شما که بیننده برنامه صبح زندگی هستین و همکار ما بصیره جان حبیبی همچنان بخش اول برنامه را تقدیم شما کرد. باز هم با شما هستیم، مهمان خیلی گرامی هم داریم، جناب دکتر قیس نکزاد متخصص داخلی عمومی با ما است. موضوعیم که انتخاب کردیم روی از او هم بیشتر میخوایم صحبت بکنیم، موضوعی که در آغاز برنامه بود، عذرخواهی. کسایی که اشتباهی میکنن خدای نخواسته یا بعض وقتا گپای پیدا میشه بین دوست رفیق، باید ما عذرخواهی داشته باشیم. شیوه های عذرخواهی چگونه خواهد بود؟ موضوع برنامه در رابطه با شب ادراری هست که جناب دکتر صاحب در برنامه صبح زندگی با ما هستن. سلام، صبحتان بخیر و خوش آمدید. خیلی ممنون، صبح شما بخیر، صبح تمام دستندرکاران عزیزی که زحمت میکشن و عزیزایی که بیننده و شنونده برنامه زیبایتان است بخیر باشه. امیدوار هستم روزتان مملو از نشاط فیزیکی و روانی آغاز شده باشه. سپاس، همین گونه آغاز شده. سلام جناب دکتر صاحب، موضوعی که انتخاب کردیم در رابطه با شب ادراری و البته امروز هم روز جهانی سلامت و روان هم هست، روی از او هم میریم صحبتای می داشته باشیم، چون افتخار میکنیم که دکتر صاحب در کنار ما هستن و میخوایم یک مقدمه از شب ادراری را از شما بشنویم. تا وقتی که یک حالت را خود آدم یا در اعضای فامیلش کسی تجربه نکنه، زیاد موضوع برش مهم نمیباشه و از اهمیت و کان کیف از این موضوع زیاد مثلا برش توجه نمیداشته باشه، ولی بسیار مهم هست. فامیلای هستن که با جنجال شب ادراری اطفال خود روزمره دست و پنجه نرم میکنن و این سبب میشه که بعض اوقات یک مقدار چالش بزرگ را چه از لحاظ مثلا فیزیکی و چه از لحاظ روحی و روانی، از لحاظ تکامل فکری اطفال برشان به مشکل مواجه بسازه. مثلا طفلک 10 ساله جای خود ترک کرده، پرق کتی سیلی در روی ازی پدرش میزنه، یا مثلا مادرش میبینه که یک اشتوک 6-7 ساله را میسوزانه که با چی کار نکنه، مجازات میکنش، در حالی که این نمیدانه که این چنین راهکارهای منفور و منفی به عوض از این که این مشکل را حل بکند، دگام این چالش را تشدید میکنه، شعله‌ور میسازه و در پلی از او بالای تکامل روحی و روانی این طفل اثر منفی میکنه. پس امروز تا از این برنامه ما میخواهیم در مورد راهکارهای مناسبی که به خاطر تداوی شب ادراری وجود داره، ای که یک طفل چرا از طرف شب ادرار خود گرفته نمیتونه و ای که مثلا چقدر این معمول هست صحبت داشته باشیم. خب یادتان باشه که یک طفل در 90 الی 95% واقعات ادرار روزانه خود و در 80 الی 85% واقعات ادرار شبانه خود باید به اساس پروسای تکاملی که در مغز اجرا میشه بعد از سن 5 سالگی کسب بکنه. یعنی یک طفلک 4 ساله اگه ادرار میکنه، چی مثلا از طرف روز چی از طرف شب، اشکالی نداره. یک طفل 5 ساله اگه مثلا تو یک مشکل را تجربه میکنه، نه مداخله ضرورت داره، نه تداوی ضرورت داره، نه مرض است. چون قانون اساسی خلقت قسم تنظیم شده که بعد از سن 5 سالگی آستاس تا مغز تکامل میکنه در عرصه کنترل ادرار، چی از طرف روز باشه چی از طرف شب. بنابراین لایحه تداوی در پیش اطفال که شب ادراری وجود داره ای است که تا که طفل در سن بالاتر از 6 سالگی شب ادراری را تجربه نکرده بود، باید مداخله های دوایی صورت نگیره. یعنی یک طفل 5 ساله را اگه پیش دکتر میارن میگه برو بیادر یا استاد تا شاید سر به خود گم کنه، دوا کار نداره. 4 ساله را اگه میارن عین شکل. ولی بالاتر از 5 سال و 6 سال اگه این پروسه دوام میکنه و طفل نمیتونه که از طرف شب یا شب و روز ادرار خود کنترل کنه، این پروسه باید مورد اوالویشن و ارزیابی قرار بگیره. چقدر شب ادراری معمول هسته؟ از نگاه جنسیت، واقعات شب ادراری پیش اطفالی که جنسیت پسر دارن نسبت به دخترها زیاد است. یعنی 60% اطفالی که شب ادراری داره بچه هاست، 40 دختر هاست. پسرها بیشتر؟ بله، پسران بیشتر امکان داره حالت را تجربه کنن. بدون شک جنتیک یا ارثیت در این مطرح است. اگر تاریخچه شب ادراری پیش یکی از مثلا پدر و مادر پیش یکیش باشد، 44% امکان داره که اطفالش مشکل را تجربه کنه. اگر پیش پدر و مادر می باشه، امکان داره که 77% اطفال از اینا
همطور مشکل را داشته باشند. یعنی میراثی است. موضوع ژنتیک مطرح است. نمیتونیم بگویم که در تمام واقعات میراثی هست، ولی ژنتیک مطرح است. در پلیازو شب‌ادراری امکان دارد که پیش یک فرد به شکل پرایمری موجود باشه یا به شکل سکندری موجود باشه. پرایمری به چه مفهوم؟ یعنی یک فرد از اون ابتدایی که از این سنش از این 6 بالا شده، ادرار خود قطعا کنترل کردن نمیتونه. تداوی از این مشکل است. یک مقدار تداوی طولانی مدت ضرورت داره و قناعت از این مریضای که شب‌ادراری به شکل ابتدایی میداشته باشند زیاد از تداوی و دوا حاصل نمیشه و بیشتر از اینا بونی مساعد ژنتیکی است. مثلا وقتی که پرسان میکنیم میبینید طفلک مادر کلانش پیش دکتر آورده، پرسان میکنه میگه پدر ازیم تا 20 25 سالگی جای خود تر میکنه. این پروسه بر شما شاید جالب باشه، خیلی جالب، ولی واقعیات از این دوست عزیزم خیلی عام هست. یعنی نگران کننده است، عواقب ناگوار هم داره. من میایم در مورد از موضوع صحبت میکنم. دوم شب ادراری ثانوی هست. مثلا یک طفلک نرمال بودن 6 سالگی 7 سالگی 8 سالگی یه جای خود تر نمیکنه، حالا 9 سالک شده جای خود تر میکنه. اول جور بوده پسانی مشکل پیدا کرده، اینی پالیده میشه و این بسیار انذار خوب داره و اکثر اوقات در سر یک سلسله مرضا ایجاد میشه که تیز که اون مرض که تداوی کرده شاید یام جور شه. درست؟ بنابراین هرگاهی که یک طفل سنش بیشتر از 6 سال میشه جای خود تر میکنه، و یایی که بعض اوقات بعض اطفال امکان داره که از طرف روز بی اختیاری ادرار داشته باشن. بعض اطفال امکان داره که دبل انکانتیننس داشته باشن. دبل انکانتیننس مفهومش چیست؟ یعنی هم ادرار خود کنترل کردن نمیتونه و هم مواد غایطه خود کنترل کردن نمیتونه. خطرناک‌تر از بله بله. بنابراین اینا سریعاً به دکتر صاحبایی که در بخش اطفال کار میکنه و داخله کار میکنه مراجعه بکنن تا که راه‌های حل مناسب و منطقی به خاطر از این مشکل توصیه شوه و از مجازات اطفال به خاطر از یک امر ناخواسته و غیر ارادی که اجرا میشه جدا اجتناب و عمل بیاید. جناب دکتر صاحب، علت و عواملش چی بیشتر در این موضوع هست؟ درست. یک طیف وسیع از امراض امکان داره که سبب شود تا یک طفل شب ادرار باشه، یعنی از طرف شب ادرار خود مثلا کنترل نتونه. نمبر اول، هرگاهی که پروسه تکامل کنترل ادرار در قشر مغز یک انسان به چالش مواجه باشه. ما شما در مغز خود کارتکس داریم، اینمی که مثلا در کدام سن ما باید گپ بزنم، در کدام سن مثلا به پختگی برسم، در کدام سن ما جنون جوانی داشته باشم، در کدام سن به طور مثال ما قدرت تصمیم گیری داشته باشم، این کلش به اساس پروسای تکامل مغز هستن. بنابراین بعض افراد اینمی پروسه تکامل مغزشان کم دیرتر می باشه، پروسه تکامل مغز در عرصه کنترل ادرار بهترتر می باشه. شاید مثلا در 6 سالگی می توانایی را کسب نکنه، 8 سالگی و 10 سالگی توانایی راستاست و مغز کسب کنه. مثل که یک طفل ببینی که مثلا در سن بالاتر از مثلا 1.5-2 سال صحبت میکنه، یک طفل که دیگه استاست همین قدرت در 3-4 سالگی پیدا میکنه. صحیح؟ دوم، امکان داره که ژنتیک مطرح باشه. تشوش های کروموزوم کد داریم، ما میال کد دارم که این رقم ریش دارم، این رقم موی دارم، این تو چهره دارم و قدم جسدم مثلا وزنم، خودت کروموزوم های علایده داری دقیق. چرا ژنتیک تو مثلا از پدر و مادر خود گرفتی، من مثلا از پدر و مادر خود گرفتیم. بله بله. حلقایی که در کروموزوم 12 و 13 بعضی میوتیشن ها موجود باشه، یعنی یک کد خطا خورده باشه به شکل ژنتیکی، خصوصا کسایی که مشکل فامیلی از این جنجال را می داشته باشن، پدر شب ادرار بوده، مادر شب ادرار بوده، کاکای شب ادرار بوده، مامای شب ادرار بوده، امکان داره که به می کدا به شکل غلط از نسل های قبل به نسل های بعد انتقال بده. از کاکام میرسه، امکان داره از ماما هم میرسه. ارثیت، ارثیت موضوعی است که همون ژنتیک شجره فامیلی انسان را در بر میگیره. در پلیازو امکان داره بعض اوقات این تشوش در سیر قبضیت پیش اطفال ایجاد شود. مثلا یک حالت را به نام هورچ پرنگ دیزیز میگن، اطفال امکان داره مواد غایطه به شکل یک بادرنگ سخت خارج بکنن و این قبضیت عمری را تجربه میکنه. از اون وقتی که پیدا میشه طفل قبض است، 5 روز بعد، 6 روز بعد، تا که کدام دوای ملین کننده برش داده نشه دفع حاجت کردن نمیتونه. اینا در سیر قبضیت شب ادراری تجربه میکنن. امکان داره اطفالی که ادینویدایشان کلان شده باشه، در پلی تانسلا ما ساختمانکا داریم به نام ادینوید یک نسج است، یکی کلان میشه طفل چی میکنه؟ شاو خور میزنه، بوی بعد نان میداشته باشه، از باعث توقف تنفس یک دفعه از خواه میخیزه. اینمی ادینویدای زیر دکتر جراح که کشید شب ادراری سر به خود جور میشه. جور. امکان داره که شب ادراری در سیر تشوشات ساختمانی مثانه پیش یک فرد ایجاد شود. مثانه بعض اطفال بیش فعالی داره، مثلا در عوض که در اینقدر ادرار مثلا طفل به تشناب کردن بدوانه، در اینقدر ادرار میدوانه. این به نام اوور اکتیو بلادر میگن، یعنی مثانه بیش فعال، فعالیت مثانه عضلات نرمال زیاد است. در زیر انتانات چرک مثانه، چرک پروستات خصوصا در نزد طفلک ها التهاب مثلا طرق بولی از باعث میکروبا
طفل مثلا مفضل سی دست خود مرات نمیکنه، وقتی که مثلا دالی تناسلی خود دست ده، طبیعی است که میکروب از طریق دست انتقال میکنه به بالا و امکان داره که انتانات طرق بولی پیشش موجود باشه و این خودش سبب شب ادراری میشه. و در پلی از یادتان باشه بعض اوقات شب ادراری ها امکان داره که منشه سایکوجنک داشته باشه، منشه روحی و روانی. امروز روز موضوعات روحی و روانی است، گرچه متخصصین به طرف سال روان اعصاب ما داریم که باید در مورد از این موضوعات صحبت و درافشانی بکنن، ولی برادر عزیزم یکی از جمله عوامل شب ادراری موضوعات روحی و روانی هست و مجازات طفل از باعث از این عمل مثلا ناخواسته خودش سبب تشدید و شعله‌ور شدن از این موضوع میشه. بعضی اطفال مرض ADHD دارن. مرض ADHD. یادتان باشه که تشوشات روحی و روانی تنها به استراب و استرس خلاصه نمیشه. بیشتر از 50 مرض به طرم سال روحی و روانی ما شما داریم. مشکلات ما در شناخت داریم، مشکلات به طرم سال در اختلالات تفکر می داشته باشیم. ما امکان داره استراب داشته باشیم، ما امکان داره افسردگی داشته باشیم، ما امکان داره وسواس داشته باشیم. ما امکان داره اختلالات اسکیزوفرنیا داشته باشیم، اختلالات جنون داشته باشیم، ما امکان داره افسردگی داشته باشیم، خشم و پرخاشگری داشته باشیم. امکان داره که به طرم سال مشکلات در توجه داشته باشیم، امکان داره مشکلات در تمرکز داشته باشیم، امکان داره مشکلات در تطابق در محیط داشته باشیم. اینا همش تحت عنوان چالش های روحی و روانی از سایکاتریک دیساردرز مورد ارزیابی قرار میگیرن. تشوشات روحی و روانی تنها موضوع روحی و روانی امراض روحی و روانی تنها به داستان یک استراب استرس خلاصه نمیشه. دوست عزیزم اینا به اطفال هم برمیگرده؟ بله داشته بله. باشه تشوشات روحی و روانی امکان داره که پیره بگیره، جوانه بگیره، امکان داره زن بگیره، مرد بگیره، امکان داره مجرد بگیره، زنداره بگیره. پیش هر کس فرق میکنه. درست؟ خب از موضوع دور نریم. حالت را گفتم به نام ADHD میگن. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. چی معنی؟ طفلک به طرم سال فامیلش تو شکایت میکنه، میگه یه به درس علاقه نداره. قلم برازی خریدیم، قلم اوسو میپرته، کتابچه را اوسو میپرته، در سر نان کلگی خیستگیز یک دفعه میخیزه و جو بازی میکنه. در پولی از اون مثلا در سر نان یک دفعه در بینی خود دست میزنه، یک دفعه در پای خود دست میزنه. ما گپ میزنیم این فکرش دیگه سو هست. صحیح؟ ایده به نام اختلال توجه و تمرکز مترافق با بیش فعالی میگه. این اطفال در ماینه خانه که میاره کمک فکر میشه قریب از که این در سر پرنترم بالا شد. بله. ایده بیش فعالی میگن. اطفال که شب ادراری داره بعضی امکان داره اختلال را داشته باشه. بعضی کسای دیگه امکان داره اوتیسم اسپکتروم دیساردر داشته باشه. اوتیسم چی معنی؟ مثلا درونگرا است، طفلک ها درونگرا است، خصوصا کسایی که در کشورهای خارجی مثلا موجود می باشه که طفل درست کمیونیکیشن صورت نمی گیره، این اساس درونگرا است. مثلا لشتوکک نسبت به محیط خود کاملا بی اعتناست، انت میشینه در درون خود است. در درون خود اوتیسم. اطفال افغانستان چی گونه است؟ بله، اطفال افغانستان به او بغل بان بخی، به خاطر که اینجا از ابتدای زندگی مثلا از ابتدای زندگی ولا والدین با سواد آمد، شروع مثلا لالو لالوی طفل به خشونت است. مادر دمی بغلش تکش میگه نکو گریان که دمی دانت میزنه. ما شما یادت باشه کتینمه قدر جنجالایی که داریم بسیار مزایا هم داریم عزیز دل. همیشه باید مثلا عینک خود به نگرش منفی سوق نتیم. متوجه هستی؟ مثبت. امیال آنقدر انعطاف پذیری روحی که افغان دارد در دنیا شاید کس دیگر نداشته باشه، چون سراپا ما شما درد تجربه کردیم. خوب صحیح. میدونی که من چی میگم؟ دقیق. در یک کشور اگر یک پتاقی صدا کنه ببینی که مثلا 15 نفر افسردگی میگیره، ولی ای از خاطر که مثلا همین قابلیت تحمل درد روحی ما طیفش بسیار وسیع شده، دونو بغل برس انتحاری میشه، دو ساعت دیاد و کلگی از دو ساعت باد میره، همش فراموش میشه، چون کلگی در مقابل از این دیسنسیتایز شده، حساسیتش کم شده. کشتن نفر و از بین رفتن و مثلا ضایعات دادن این موضوعات یا ای گپ مثلا عادی شده بر مردم. ای یک خرابیام داره، خوبیام داره. خرابیش دهی است که ما استاست عاطفه ما ضعیف میشه، خوبیش دهی است که قابلیت تطابق ما را با این محیط ناهنجار ما بلند میبره. حادثات زیاد بود، حادثه اخیر هیچ فراموش نشدنی است. سعی کنین صاحب، هیچ حادثه فراموش نشدنی نیست. ما نمیگیم که به طرم سال در اونجا یک نفر بمره ما تو قد قد خنده کنیم. این اختلال عاطفه است دوستم. بله. در غم باید ما تو غمگین شویم، در خوشی باید ما تو مثلا پایکوبی بکنیم. درست؟ انشالله که خوشی ها نصیب همه ما شما. ولی گپ در این است که منظور ما از این که براتان عرض کردم قابلیت تحمل دردهای روانی در مردم بلند رفته. بله.
مثلا یک نفر که هیچ عادت نداره که کت خانم خود جنگ کنه، یک روز که دیزن خود جنگ کرد یک ما پاسی به حال نمیاد. ولی یک کسی که عادت داره که هر روز مثلا زد و خورد بینشان است و سر از او کفگیر هور میکنه و سر از او بوته هور میکنه، هی دواگک های عادی بر از او بخیر تیر یک مذاب پارد. قابلیت تحمل درد روحی با هر قدر تجربه کردنش بلند میره. 100% متوجه هستین؟ بنابرای اطفال باید مورد مجازات قرار نگیره، مورد مثلا مؤاخذه بیمارت قرار نگیره و در پلی از او نکنیم که متر کاری بکنیم. خدای نخواسته از خاطر یک شب ادراری طفل باز اختلالات استراب، افسردگی، وسوسه ها، استراب اجتماعی، عدم ظاهر شدن به طور مثال در اجتماع، این گپا یاره خدای نخواسته پیشانی ایجاد نکنه. نکات خیلی خوب اشاره کردین. بین سر شوه تداویش هم به عنوان آخرین سوال. خب من نمیدونم که چقدر ما وقت داریم که ما شوه تداوی را بچه وسعت تشریح بکنم. چقدر شاید وقت داشته باشیم؟ 3-4 دقیقه وقت دیگه باقی مونده. سعی کنین سب. ابتدا تداوی از این اطفال به 3-4 کاتگوری تصنیف بندی میشه. خوب متوجه باشین که بسیار مهم است. 100. یک، اطفال وقتی که با والدینش به معاینه‌خانه دکتر صاحب مراجعه میکنه باید برشان ری اشورنس داده شود. یعنی مطمئن ساخته شوند که یک حالت سلیم است، یک حالت قابل تشویش نیست، حالا نه مثلا جایش خشک نه تر. بی‌پروا باش. میکنه هر کس یگان کس مثلا در جوانی هم ادرار خود در جای خود میکنه. بله. یعنی یادسه برش یک حادثه سلیم تشریح شود. خطرناک می تهدید کننده نه کلا چطور شد چنان شد مستان شد. یک. دوم برای والدین اطفال توضیح داده شود که قطعا طفل در بابت از این موضوع ناخواسته شما پنشمنت و مجازات حق ندارین که مثلا در بزنی سرکوب کنی لت کنی. یک غیر ارادی است، اکثر کسی غیر ارادی است. اگر او بخت مثلا در ارادهش باشه خواهی کارا نمیکنه. دو، سوم یک ارزیابی همه جانبه صورت بگیره. مبادا طفل شکر داشته باشه، شکر بامزه داشته باشه، شکر بیمزه داشته باشه که ما دیابتس میلیتس و دیابتس انسیپیدس میگیم. یک طفل است در یک شو میبینی که مثلا زنبوشکای کلان 5 دلی تراوا میخوره، اما قدر پس ادرار میکنه جو جای خود تر میکنه، اینو بنام دیابتس انسیپیدس میگم. کسی هست مثلا میبینی که در خورترکی شکر در 400 است، مبادا سوزاک باشه این طفل، کام تشوش ساختمانی نداشته باشه، تاریخچه فامیلی همچو جنجال در اعضای خانش موجود بوده، نبود خلاص تاریخچه مفصل گرفته میشه. بعد از اینکه تاریخچه گرفته شد و والدین اطمینان داده شد، بعضی شیوه های تداوی برای از اینا توصیه میشه. نمبر اول لایف استایل مودفیکیشن است، یعنی تغییرات در راهکار زندگی. چه معنا؟ برای از این طفل میگی که بیادر بزرگوار یا والدینش میفهمونی که بعد از ساعت 4 بجه برای از چیزایی که کافئین داره نتین، نوشابه گازدار نتین، نوشابه انرژیزا نتین، چای برش نتین، قهوه برش نتین، در پلیس چیزایی که در ترکیب سودا داره یعنی قوتیگکی نمیاره نتیش، بعد از 4 بجه نتیش و بوره زیاد بعد از 4 بجه استفاده نکنه چون دیوریتیک است، مدرر است، ادرار زیاد میکنه. بعد از ساعت 6 بجه شام بیشتر از 1 الی 2 گلاس آب اتفلق نداره. پیش از خواب کردن باید بره تشناب خود تخلیه کنه، درست؟ مجازات باید نشه و در پلی از او والدینش باید رول سپورتیف را داشته باشه و یک انگیزه را به خاطر تغییر دهی طفل ایجاد بکنه. یک. دوم موتیویشنال تراپی هست. موتیویشنال تراپی به این معنا ایجاد یک انگیزه در نمیشتوکه که کالامی میخواه که جای خود را دیگه تر نکنه یا نه. سعیست یک طفل هست بپرواز، یکی هست طفل های حساس ما داریم، ذکاوت خوب میگی بچه که در مکتب اول نمره عمومی هم هست خیلی بازم جای خود تر میکنه، در حال که دو بود علایده است. او یکیش یک عمل ارادی است درس میخوانه، دیگه غیر ارادی است. یک انگیزه در طفل ایجاد میشه و میگه که یک جدولک برش بساز، هر شوی که جای خود تر نکد یک ستاره پرتو که نه تعداد ستارهای روز به روز زیاد شده. و در پلی از او اگر بتونه والدین این انگیزه را در اطفال ایجاد کنند، نتیجه تداوی را بهتر می سازم. و شیوه آخر کاندیشنینگ تراپی هست. بعض سنسورهای وجود دارد، در افغانستان کم دسترسیش مشکل است، برای طفل شانده میشه در زیر پوشیش یا زیر نیکر، این به مجرد که تر شد یک الارم میته یا صدا یا طفل بر لرزه میته که بخیزه برای جای خود مثلا در تشناب ادرار خود بکنه. اگر اینی شیوه ها تداوی نشد و مثلا نتیجه نداد و قناعت مریض حاصل نشد، در این صورت است که باز میارنیده به دکتر که یک 5-4 گروپ از دواها وجود داره که نظر به منطق تجویزش، نظر به مثلا ساید افکتش، نظر به استدبابش برای اطفال توسط دکتر داده میشه تا اینکه این مشکل آستاستا حل شود. دوستان سپاسگزار، نکات خوب را اشاره کردین، موضوعی بود که خیلی مهم بود. لطف داری، سلامت باشی. سپاس از شما عزیزا هم که بینده برنامه صبح زندگی حسین و تشکر خاص از جناب دکتر صاحب قیس نکزاد، دکتر متخصص داخلی عمومی با ما بودن. موضوع شب ادراری را شما هم شاید بیشتر معلومات گرفته باشین که موضوع خیلی مهم بود. سپاسگزار از شما. وقفه داریم و دوباره برمیگردیم.